پدافند غیر عامل. من یه اجده ها هستم الان میخورمت. کجا رفت؟ این باید پیدا نکنه. وای صاحب کن، میخوام بخورم. صاحب کن ببینم. وای جلو پیچه بزنی کنم مادر بیدی. اخ ملاکم. جنگ تلخترین پدیده اجتماعیه، پدیده ای که گریبان دنیا رو چند هزار ساله که سخت با چنگالاش گرفته و قصد رها کردنم نداره. 5000 سال از تمدن بشر روی کره زمین گذشت، 14000 جنگ اتفاق افتاد و 4 میلیارد نفر رو قربانی کرد. تمام روزامون از سالهای ثبت شده توی تاریخ جنگیدیم و از این چند هزار سال تنها 292 سال رو بدون جنگ سپری کردیم. جنگ سنت هر تمدن شده و انگار هیچ راه گریزی نیست. سالهای 1945 تا 1990 تنها 3 هفته خالی از نبرد و ستیز داشتیم. توی قرن 20 220 جنگ داشتیم که تو این میون 200 میلیون نفر قربانی شدن. اگه دنیا رو از بالا نگاه کنیم، هیچی از اون بالا پیدا نیست. هیچ کسی، حتی بزرگترین آدمای روی زمین هم قابل تشخیص نیستن. هیچ صدای زمین اون بالا شنیده نمیشه. ای کاش که دنیا اون پایینم به اندازه این بالا آروم بود. بله سلام کاسیزدم. ای بابا سلام، بازم که تویی. این چه جور حرف زدنی بیادب؟ عزیز من برو، اصلاً من حوصله‌تو ندارم. خیلی خوب زنگ زدم بهت بگم قولت یادت نره. قول؟ کدوم قول؟ یه هفته بیشتر مهلت نداری، یا منو واقعی میکنی یا چی؟ اصلاً معلوم هست تو چته؟ بله من اصلاً حالم خوب نیست. چطور مگه؟ بگذاریم، مهم نیست. میگم به نظر تو میشه کاری کرد که موقع جنگ از تلفات بیشتر جلوگیری کرد؟ مشکلت اینه. تو چیزی راجع به پدافند غیرعامل شنیدی؟ پدافند چی؟ غیرعامل. نه چی هست؟ بذار الان برات میفرستم. ارسال. ارسال شد.
شد یهو. پدافند غیر عامل قبل از آغاز هر پروژه مهم نظامی و غیر نظامی به عنوان اقدامات پایدار و اساسی می تواند علاوه بر کاهش تأثیرات چشمگیر آسیب‌های جانی و مالی حملات دشمن، باعث امنیت، انسجام عمومی و افزایش اعتماد توده‌های مردم شود. خیلی خوبه. پس پدافند در واقع به جنگ اختصاص نداره. میتونه در حادثه های طبیعی مثل سیل و زلزله هم کاربرد داشته باشه. من تحقیقات زیادی کردم و به نتایج خیلی مهمی هم رسیدم. بحث دفاع و پشتیبانی و جلوگیری از تلفات چیز جدیدی نیست. نمونای خیلی زیادی در تاریخ وجود داره. میدونید آدمای زیادی بودن که برای دفاع از جون آدما تلاش کردن. بناهای خیلی زیادی هم وجود داره که آدما برای جلوگیری از نفوذ دشمن ساختن. مثلا دیوار چین. اجازه بدین. میگم که تا سر و وضعمو یه مقدار مرتب کنم شما بی زحمت ببینین. دیوار چین مهمترین و بزرگترین دیوار دنیاست و جزء معدود بناهایی که با خارج شدن از جو زمین قابل دیدنه. تاریخ نشون میده این دیوار در ابتدا در ایالات یان، زائو و کین در فصول مختلف سال در برابر هجوم متخاصمان داخلی و قبیله‌های وحشی عاملی دفاعی بوده. این دیوار هنگامی که برای اولین بار بنا شد به عنوان دژی مستحکم و مستقل به شمار می رفت و پس از اون در هنگام امپراتوری کین به دیوار عظیمی مبدل شد. امپراتور کین شیو وانگ پس از متحد شدن ایالات چین تلاش کرد تا با مرتبط ساختن قسمت‌های این دیوار در قسمت‌های شمالی به یکدیگر حملات لشکریان هان را دور بسازد. به مرور و با گذشت 2000 اندی سال حکمرانان چینی در دوران مختلف این دیوار رو برای دفع حملات دشمنان و حفاظت از امپراتوریشون گسترش دادن. اونقدر که طول اصلی دیوار در زمان سلسله مینگ به 50,000 کیلومتر رسید. این میزان معادل گردش به دور کره زمینه. برای ساخت دیوار چین نیروهای انسانی بیشماری از جمله سربازان، زندانیان و مردم بومی به کار گرفته شد. عده‌ای در خصوص ساخته شدن این دیوار معتقدند این دیوار باعث نابودی یک نسل و نجات نسل‌های بسیار شده. معماران چینی در ترکیبات آجرهای دیوار از آرد برنج استفاده کردند. آرد برنج دوام و قدرت آجرها را بیشتر می‌کند. این خودش یکی از دلایل موندگاری دیوار به شمار می‌آید. متاسفانه امروز تنها 1542 کیلومتر از این بنا که یکی از عجایب هفتگانه به شمار میاد باقی مونده و پیشبینی دانشمندان اینه که در صورت عدم کنترل حوادث طبیعی هیچ آثاری از این دیوار عظیم باقی نخواهد ماند. مکانی رو که مشاهده می‌کنید یه قلعه بزرگه که دور تا دورش با یه دیوار عظیم که دیوار قلعه نام داره احاطه شده. دیوار قلعه از جمله استحکامات نظامی ایران قدیمه که برای جلوگیری از تجاوزات و تهاجمات بیگانگان به شهر یا قصبه ها ایجاد می‌شد. این دیوارها هم باعث استحکام بیشتر بارو می‌شد و هم محلی بود برای استقرار نگهبانان و محافظان قلعه. با وجود یه همچین سازه و ساختمونی هیچ دشمنی به خودش جرأت نزدیک شدن به قلعه رو نمیداده.
لازمه بهتون بگم که 9 اصله که در پدافند غیر عامل اجرا میشه. استتام. خیلی ساده است. پیدات کردم. نابودت میکنم. بی استتارت کردم. اختفا. بگیر که اومد سر نگون شو. پوشش. من با دود شکست نمیخورم. فریب. پیدات کردم دوباره. حالا یه کاری میکنم که دیگه نتونی طرف من جلی کنی. چیکار کنم؟ خب آماده باش، اینم یه مار زخمی بخورش. پراکندگی. و این همه تنگ چیکار کنم حالا؟ با تیاره بهشون شلیک میکنم، این بهترین راهه. مکان یابی. خب مثل اینکه اینجا در امانم. هیچ جایی در امان نیستی. نعودت میکنم. حالا مجبوری فرار کنی. تفرقه و جا به جایی. نابودت میکنم. بگیر که اومد. ای نامر یا خالی میگیم حسابتو میرسم. مقاوم سازی و استحکامات. خب مثل اینکه این خونه رو هیچی نمیتونه خراب کنه. اعلام خبر. باید پناه بگیرم. ای خبرچینا چرا بهش خبر دادین؟ راستی اینو میدونستید که بعد از اختراع باروت و توسعه استفاده از آن در ساخت ابزار جنگی و پیشرفت جنگ افزار، در واقع پدافند غیر عامل وارد مرحله جدیدی میشه. جنگ جهانی اول و آسیب‌های ناشی از اون تلفات زیادی رو به بار آورد و کشورهایی که در جنگ بودن آسیب‌ها و خسارات زیادی رو متحمل شدند. و در جنگ جهانی دوم پس از موشک زدن‌ها و بمباران‌های هوایی شهرها و مراکز صنعتی توسط آلمانی‌های نازی، اهمیت پدافند برای همه کشورها، چه اونایی که در جنگ بودن چه اونایی که در جنگ نبودن، روز به روز بیشتر احساس شد. برای مثال همین کشور سوئیس که در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرده بود، پدافند غیر عامل را به طور جدی پیگیری کرد. برای این منظور سازمان دفاع غیر عامل سوئیس پناهگاه‌هایی را ساخت که در مقابل انفجارات اتمی مقاوم بودند. در کشور یوگسلاوی هم علاوه بر احداث پناهگاه ها و بناهای مستحکم، مراکزی تأسیس کرده بودند که به آموزش مردم پرداخته و اصولی چون فریب، پراکندگی و مستحکم سازی خانه ها رو به مردم می آموختند. آفتاب‌پرست از جمله حیواناتیه که به تغییر سریع رنگ پوست معروفه، به طرزی که میتونه پوست خودشو برای مطابق نمودن با محیط اطراف از رنگ سبز روشن به خاکستری تیره با نقطه های زرد رنگ و یا هر رنگ مورد نیاز دیگه تبدیل کنه. طبیعت بهترین منبع الهامگیری بشر برای دفاع در برابر دشمنه
پوشیدن لباسی مناسب برای دفاع چیز خیلی مهمیه. لباسای استتار چند طیفی یکی از همون چیزاییه که در جنگ برای استتار استفاده میشه. در واقع کاربرد این لباسها برای پنهان کردن سربازها و نیروهای نظامی در مقابل آشکارسازهای چند منظوره مثل مرئی، اپتیکی، مادون قرمز نزدیک، حرارتی و راداریه. با استفاده از این لباس ها نیروهای نظامی از فاصله 300 متری در مقابل ردیابای دشمن غیر قابل ردیابی هن. این لباس ها راحت، سبک و بر اساس ساختمان برگ تهیه شدن. به همین خاطر دارای تهویه هم هستن. با اجازه. در جنگ جهانی دوم از موشک‌ها و جنگ افزارهای استفاده می‌شده که می‌تونستن از خودشون دود تولید کنن. با انتشار این دود به راحتی می‌تونستن از دیدرس دشمن در امان باشن و فرار کنن. جالب اگه بهتون بگم که این موضوع از کجا الهام گرفته شده. اختاپوس با ایجاد ابر مصنوعی و تیره ساختن محیط اطراف خود جلوی دید دشمن رو میگیره و به آسونی و اطمینان با تغییر مسیر به سرعت فرار میکنه. تا اینجای کار که خسته نشدین ها؟ کلی حرفای نگفته براتون دارم. چند لحظه صبر کنین. خدمتتون از آقا اینکو کجا میبری؟ صبر کن. باز که انیمیشن شدم. این اینک چرا کار نمی کنه؟ پس کار تو بود، زود برش گردون. اگه میتونی بگیرش. اون اینک به درد تو نمیخوره، فقط رو چشم من کار میکنه. یا منو واقعی کن یا فکر اینکو از سرت بیرون کن. همین کارا رو میکنه که نمیخوام واقعیت کنم دیگه. شهرهای بدلی یکی از ساخته‌های انگلیسیا بود که برای پیداش کردم. پس تو اینجا یران نبودت می کنم. بگیر که اومد. اینم یه موچه گرمز خوشگل. سفر وقتی فکرش رو میکنم میبینم که این همه آدم در طول تاریخ بیگناه کشته شدن. این همه آدم زیر آوار موندن، آواری از ساختمونا و برجای چند صد طبقه که سمبول دنیای مدرن به حساب میان. این همه کودک بی سرپناهی که خانواده هاشون رو تو جنگ از دست دادن و سرگردون و بی خانمان شدن. یه روز تلویزیون رو روشن کنید و بشینید پای اخبار. ببینید چند تا خبرش مربوط به تلفات انسانیه. تلفات جنگ، سیل، زلزله، طوفان. بیا جدیتر به قضایا نگاه کنیم. انقدرم ساده از کنارش رد نشیم.